ولی آقایی که در همین زمان خود ما زنده هستش، از متدینین اطراف اصفهانه، یه آدم باغدار خیلی ساده، بیشیل پیله سالمی. چون اگه من اسم بیارم شاید یه مرتبه اسم آوردم بعضیا رفتن پیشش، خودش ناراحت شد. تو آدم واقعا بیشیل، یعنی آدم ساده ای، آدمی نیستش که ناراحت شد که چند نفر اومدن برای دیدنش. آقا من کیم که برای دیدن من میای؟ از این جهت دیگه من عذر میخوام، اسمشون نمیارم، ولی همین ذکر مصیبت من باشه. اگرم حالا شنیدید یه بار دیگه بشنوید از بنده، شنیدنی هست. ایشون سید بزرگواریست، اسمش سید حسینه. ایشون میگفت من یه موقعی از جهت مالی به مشکل خورده بودم، خیلی مشکل داشتم، قرض داشتم، خونم احتیاج به تعمیر داشت، در پوسیده بود، در خونه اصلا بود. گچ از سقف یه مقدار اومده بود پایین، تبله کرده بود، اصلا خورده بودیم به خنسی. خلاصه توسل کرده بودم به امام زمان که یا صاحب زمان یه پولی بده ما خونمون، سقف داره میاد پایین، سقف داره میاد پایین، یه پولی بده ما سقف رو درست کنیم لااقل. میگه جور نشد پول، توسل کرده بودم پول جور نشد. میگه یه مرتبه مشهد بودم این توسل رو کرد، دیگه کارت به استخونم رسیده بود، ناراحت شدم، با حالت قهر رفتم تو حرم امام رضا، با حالت ناراحتی رفتم تو حرم امام رضا، رو کردم به زری امام رضا، یا امام رضا یه پولی از فرزندتون امام زمان خواستیم خونمون رو تعمیر کنیم، کوفتم به ما نداد. میگه همینجوری شروع کردم با تشر صحبت کردن، یه پولی از فرزندتون خواستیم کوفتم به ما نداد. میگه تا اینو گفتم دیدم یه سید جوانی کنار من ایستاده لبخند میزنه و کنار اون سید جوان یه پیرمردی، هیچ کدومشون رو من نمیشناسم، قربان عالم قربان اون سید جوان. میگفت کنار اون هم یه پیرمردی بود، حضرت خضر بود، من که نمیشناختم. میگفت وقتی اینجوری من تشر میزدم با امام رضا حرف میزدم یه لبخند، اون بزرگوار دریادله، با سنگ، با یه سنگ تو دریا انداختن که موج درست نمیشه، تلاطم بر نمیداره، یه مرتبه مثلا متلاطم بشه و بگه تو چی. او یه لبخندی زد گفتش سید حسین، اسم من رو برد. حالا من گیج که اسم من این آقا از کجا میدونه، اصلا حواسم نیست. گفت سید حسین چیه اینجوری داری با جد ما امام رضا حرف میزنی؟ گفتم هیچی آقا، یه پولی خواستیم از امام زمانی چی بهمون نداد. برگشت گفتش که سید حسین خونه ی آدم حالا یه مدار ساده هم باشه چیزی نیست، حالا یه کمی گچ ریخته باشه و یه مدار در پوسیده باشه، خونه جدم علی هم همینجوری ساده بود. دستش رفت بالا گفت خونه جدم علی هم همینجوری ساده. میگه من خدا متعال عنایت کرد، رد دست این سید بزرگوار یه مکاشفه شد، خونه امیرالمومنین رو به من نشون دادن، خونه حضرت امیر رو من. ایشون زنده است الان، بسیار آدم با صفا و بیشیل پیل است. میگه نگاه کردم دیدم یه خونه ساده خشت و گلی، رو تاقچهش یک مثلا کاسه ای کوزه ای چیزی هست. با بهت گفتم ای خونه امیرالمومنین اینه. میگه همینجور داشتم دور تا دور چشمم خونه رو دنبال میکردم، اساسی رو نمیکردم، چشمم افتاد به اون درب نیم سوخته. گفتم اون دربی که زدن به پهلوی حضرت زهرا این بود. میگه تا این رو گفتم دیدم عشق از چشم این سید جوان روان شد. برگشت گفت سید حسین من و جدم علی مرد جنگی، مرد جنگ دوچار احساسات نمیشه، درب خونش که هیچی، خونش هم آتیش میزنن، اینا چیزی نیست. اما سید حسین چرا مادرمون رو زدن؟ چرا مادر اونی که دل امام زمان و اولیاء خدا رو کباب کرده اینه، سید حسین چرا مادرمون رو زده؟ یا صاحب زمان ببین جدت علی چی کشید که وایساده بودی. یه موقع از یه کسی زور نداره ممکنه زنشو بزنن، اما یه کسی اونجوری مقتدر، شیری ازش که همیشه این روباها ازش فرار میکردن، اما حالا باید وایس این نانجیبا باز همسرش رو بزنن.